خوش اومدید به قسمت جدید برنامه یوتیوب. این قسمت اومدیم بعد کلی بدقولی گنگ چلنج رو با هم بگیریم. عمو شروین گل و امیر بی گل امروز مهمون برنامه هستن که با هم گوش بدیم کاراتونو. عمو شروین چه خبر؟ شاکرتم. خبر که خوش اومدید. داره حمله میکنه اوکراین. خوش اومدی کلی عمو. قربونت برم. کاروبار خوب، همه چی خوب، همه چی عالی، همه چی فوق العاده است. حال شما خوبه؟ ما هم همینجوری میگذرونیم. حال شما خوبه؟ حال شما خوبه؟ پس بریم گوش بدیم کارهای بچه‌ها رو هم، چون میگم حدوداً زیاده 300 تا ویدیو 400 تا ویدیو اومدش، ولی ما دیگه شروع کردیم گلچین کردن، گفتیم هر کدوم 2 دقیقه هم وقت بذاریم 300 تا ویدیو چقدر میشه؟ 600 خیلی طولانی میشه. شما که قبل زحمت کشیدید. آره، ما یکم جدا کردیم که دیگه رسیدیم به 29 تا ویدیو. یعنی کسایی که این تو اومدن دیگه مطمئن باشن که کارشون خوبه و اینکه دیگه گوش میدیم و نفر اولو از توشون. دم همتون گرم. خیلی کار خوب زیاد. اینکه یکی این کارو انجام بده، دست به قلم ببره، شروع کنه به نوشتن، ارزش داره. دقیقاً. ولی خب از خیلی جهات منم فکر می‌کنم اینا خیلی بهتر بودن از بچه‌های دیگه، ولی ارزش اونا رو واقعا کم نمی‌کنه. بود کارشون گرم که اومدن و بودن. مجبور بودیم حذف بکنیم دیگه، از قوی‌ترینا انتخاب کردیم. 29 تا ویدیو میریم که دونه دونه با هم گوش بدیم. ببینیم. رفیق بابا من لیریک و بیت واسه رب کردن تو پیری فاسیل، چرا میکنی تو حسودی الکی همه ترکاتم لیریک و بیت واسه همینه که من فوری خبی ببخش نبود باب میله دوکونم بده میگه کار خیره بشنو صدام و تیلیفونی خب بسته بای ترکش تو مغزه نویسنده یه افتواره داستان داره پیچیده میشه من رد بدم میشه بیت دین و ریشه میشناسه منو نباختم هیچ موقع هیچ غافله رو میدونی میکنم کلی برگ پاره سر هر ترک کلی گنگ تازه اینجوری میشه ساخته نابه میدونم داره تو میره واسی سردرد با کلی اکتای تیر تاریک من همینجوری میسازم و میرم جلو میدونی که جاودانه میشم تش رو تک تک رویه هم جای پام بیشک. خب اسم دوستمون مهدیان بود، مهدیان هیپ هاپ. حالا اسم اون زیر میخوره و اینا که هیچی، فقط به نظر من ایراد این کوتاه بودنش بود. مهدیان یعنی کلن 40 ثانیه بود و یه دونه فلو بود، یعنی خیلی قافیه درست بود ولی میتونست طولانی تر بشه به نظر من دیگه. نظر شما چی بود؟ کلا من نظرم اینه که دوست دارم بقیه رو هم بشنوم در اصل، بعد بخوام قیاس خوب یا بدی بدم که مطمئنم. خب تو هم به خاطر همین نگفت. آره. خوب یا بد، ولی بحث الان سر اینه که کاملا درسته، یعنی داشت تازه گوشش آدم عادت میکرد که چه اتفاقی داره میفته. تموم شد. بعد قافیه هاش هم درست بود، یعنی مهدیان قافیات خوب بود، همه چی چفت بود، خوندنت هم خوب بود، فقط به نظرم کاش مثلا حداقل یه دقیقه و 20 ثانیه چیز طولانی تری می نوشت. نفر بعدی حالا اسما رو اون زیر میزنه تو ادیت دیگه، ما گوش برو بریم. گنگ چالنج مافی من ساختم از صفر صد تو صدتر زندگی ای سخت و سختر زنده موندم لو بد و بدتر بره ای که زد به گرگ و لبخند بره ترس و وحشت آه و حسرت دل نبستم به سر گذشتم رفیقام همه از من گذشتن ببین من فرصت میخوام ازت یه دل که قدرت میاد ازش الان رو قلم یه مار خوش قد بدی رو کشتم خوبی رو کاشتم الان تو برداشت کن واسه خوردن اونا که خوبه تو میخوان دوزن نداری فرصت دو با که سستن باید با دوی برسی قلت متهم شدم برم کردن هزاران هزار برو هم و سد کردم بالو پرکندم مسخرم کردن جام و تر. خب اینجا نکته بگیم، خیلی خوب شروع کردی. بذار اسمت هم حالا اینجا دیگه توش هستیم بهت بگم. دکتر هومی، حالا میشناسم ادن قدم دایرکت منو دیگه، حالا بعدم به خودت میگم چیکار کردی. ولی یهو قافیت پرید چرا؟ یهو اصلا چرا ول کردی؟ اصلا بالو پر کندن چی است؟ چی شد یهو؟ داشتی خوب میرفتی. ولت متهم شدم برم کردن هزاران هزار بار رامو صد کردم بالو پر کندن مسخرم کردن جامو تر بالو پر کردن مسخرم کردن یهو اصلا خود قافیه درسته اصلا همینجا ردت میکنم. تو همین به خاطر همین یه قافیه اشتباه رفتی، خدافظ. وگرنه خیلی خوب بودی. بریم بعدی. همین مثلا فاصله بگیریم. اعصابش خوبه. نه آخر رفش خوب بود. یه قافیه همه چی رو خراب کرد.
ادبیاتم میشه در سال 6 چشم و صورت و دستام خیس. الان منو بشنوه مثل تکناین میگه پشمام ریخ، خون میزنه گوشا بیرون، احوال پولا میزونه یه جوری چپم دنیا همیشه دست به تخم یواخیم لوما گنگی معتاد مصرف الکل به خاطر کوویدی که هر وری از فور هر کسی اینجا به صنعتی دست برد زد و همه میخوای مخملی دست برد نوید نه گل دروازه کلینشی در دور یه جوری میگیره لاپاشم نره تشباز انگاری بابا شست خره رفتار و کردار و گفتار نیک شده حال خوب وقت واسه جستانه نی حالا داره میکشه منو به سلاب بیت دارم مینویسم اینو بای خودکار بی حالا فرق نره دیگه اسمم چیه یا هرکی چیا رو به نسبت میده حاجی نمیرم دنبال علت وقتی که زانیه ای داره بالا سنم میره پا میگیره خندم من این حرفایی که میزدم با لبخند ولی ما یه جوری صدر و پرچم زدیم که قاجار نزد تو جندم سریا گنگ بودن که سختی یه دسته بگیر میخواد و دل مشتی بدون اگه قلبت عقل تو دست میندازه میشی گنگ استاد داره تختی یاره خود گرفته دستم همین مهمه که نمیخوره پرچم زمین خیلی روزا رو رد کردم اینجا رسیدم و حالا شده دست خطم این الان بلندتر و موسخ خبرو میکوبه مثل مسلسل زرم و مهم نیه اگه بر از دردم الان هرچی که بشه میشه بلندتر قدم و باستو نهره خواستن اصد تو چی پیاجی کردی یه واکسن سفر و کاری نمی کنی واسه ساختن ننگاری داره حال بد میده باختم فقط داره بهم حال میده هنر بیشتر و با ارزشم مثل تو من نیستم این آخر رپم امضا تو ادیسون میشی آجی منم تسلا خیلی این اصلا جای صحبت داشت این دومیشه تو حالا حسابش رو میخوام بخوای بریم جلو شما امیر حسین آرت آفرین امیر حسین خیلی ای والله امیر حسین ای والله نفهمیدم اجرا زنده بود یا پلی بک بود مثلا فازش رو گرفتی پشت میکروفون ولی احساس میکنم اجرا زنده بود زنده بود چون آخرش که چی قداد میکنی معلومه اسمشو بنویس داشم اسمشو تو خوبها بنویس خوبها رو واقعا نوشته خوبها آخه سیستم عجیبی نوشته خوبها آرت امیرحسین هم طولانی بود هم پر لفظ بود یعنی لفظایی که مینداختی قشنگ دست به تخم مثل اون داداشمون و اینا خیلی پر لفظ بود اسمشو یادم میمونه نه فعلا چون هنو بقیه رو نهدی خیلی خوبه خب بریم بعدی یا هم که مده دیگه همه میگیم نمیاد بمون تیپ رسمی چار خونه نمیاد بمون نمیاد بمون سر شب بیاین خونه نمیاد بمون نمیاد بمون اوزا وقتی آرومه چون نمیاد بمون نمیاد بمون آجی هرچی آخونه نمیاد بمون نمیاد بمون سیس رسمی چار خونه نمیاد بمون نمیاد بمون سر شب بیاین خونه نمیاد بمون نمیاد بمون کورس هم در آورده واقعا امتیاز داره آفرین برو بریم نمیاد بمون آنتن تا وقتی چار تا خط روش داری آمارم و دادی دادا کارام هم که گوش سب کن رایمام هم که جوشه شده سایزا قد جوش چار تا چاوال بچه توش تیمه میکنم داداشم چه جوری کیره داره دیلر تکس میده نیویده رسیده به کیره به گیرش سجی هیز یه مین پیش شاقی دین بشین فرس خسخارش جمیسه به دین بش رسیدش نمیاد بمون روالینه یادم به چاقی ما بگم به چو بیام بشن چه کاسی اهل مطالعه نیستم ولی توی جیبم دارم اون کتابی هم فازشون چیه این کرا کیا فقط میخوام بدونم من که با کیام چیزی علکی نیم کارم فکر شخش گوشه تو میکنیم داده پر گیریم باله تر راجی پایینی نکن با ما کل چابی چایی دی فقط دادی هیت ما دادی می پی آمارمی ولی جایی نی باله سپیل بکس جلو این لوزه را اگه بگوزم بازم وینه تک سوسکی میخونه یارو با جینه تنگ حالا خودمونیم آجی کیه گنگ آفرین آفرین خدایی خوبن یعنی اصلا آدم نمیدونه چی بگه این خوبیش این بودش که کورس هم در آورده بودش اسمشو بگم این دوستمونم اشکان نوت اشکان خوبیش این بودش که کورس داشتی و ورس یک تو گشاد نوشتی ورس دو تو رایم و فلو تو لفظای خوب این کورست خیلی امتیاز خوبی داره نمیدونم بیای تو خوبا یا نه ولی ورست مثلا ورسای بهترت هم شنیدم تو همین گنگ چلنج فعلا بنویسش ولی این ورتر بنویسش که بدونیمش اسمش اشکان نوت اشکان خوبه کارت واقعا تو ادامه بده اگه تو این گنگ چلنج هم اتفاقی نیفتاد واسه تو کارت خوبه اینو مطمئن باش یعنی هر کی که اومده امروز اینجا کارش خوبه 29 تا رو از 300 تا یک دهمش اومده بیرون بیا مافی چلنج بیا Yeah. ما
مافی بی تو داده چالش گنگه رک کاری شروع کردم بتل رنگ که با ما بیف کنی خیاره و تهش تلخه مگه نمیدونی سپیادی رپش وسه دارم میام بالا درت رفته میخوام ببینی با صدام زده دافت دنسه رو بعضی کارامونم اومن یه دم عشقش قلمم خواسته لو بدم دستش نوشتم علمم چوبیدم پیپم فهمیدم پیگرد داره یه نمه کرده فیمم میچرخه هیسه گنگ دارم مانی ایوه بگز تو پنتن تو به فکرشی ولی مهمونو دارم امشب نه واسه کس بازی ای پاد نزن دافه میاد گاهی بشکن هم سنفات و چشمم گاهی دم سال شما فیکن. خب ببین شروعت خوب بودش، اسمت هم باز بگم سبکال، ولی وسطاش یه تک قافیه ای کردی فیکن نمیدونم زیدم. یه کارایی داشت با فلوش میکرد. آره ادامهش باید ببینیم چی میشه. یه اون کارایی که داشتی با فلوت میکردی یه خوردت پخته تر اگه میشد که مطمئنن میشه خیلی باحال در میاد. یعنی اینو پختگی فلو نداشت. یه خورده نه باحال بود. ببین آیدیاش باحال بود. قافیه‌هاش هم درست پخته نشده بود یه خورده. ولی رگای باحالی داره به نظر من. ببین هر کی یه معیاری داره. معیار من کلا قافیه است. خیلی واسم قافیه. چیزایی که متفاوت باشه از جریانی که تا الان بوده. یعنی حداقل چه تاکتیکالی چه از نظر فکری و نگرشی چیزی که جدید باشه بیشتر منو تحت تاثیر حداقل شخصی قرار میده که مثلا بهش دقت کنم. من یه جا که قافیه بزنه میزنه. دنبال یه فرم جدیدی بود توی فلو قشنگ مشخص بود. یعنی سعی نمیکرد روتین باشه حداقل. برای همین به نظرم کارت ارزش داره به نظر. برو بریم ادامش. ناپختگی تو قبول. قبول داری. مینی فیکن اسمم دیس بگ مینی اینا قافیه‌ای نیستش که تو الان بیاری. این قافیه مال سال 83 رپ فارسیه. رو بده دیس بگ چاقی میبره پاکت داست تو پیرم خودت و خونه تو پیپل کنم بگیرم رو کلته مینی پیپل نمیدونم هیتم کیکم فلان اینا دیگه میدونی قافیه‌ای نیست که الان تو بیاری تو این رپ چلنج. الان آوردمت به خاطر این بودش که داری پتانسیلشو فقط داری. خواستم بهت بگم داری ولی این تو حرفی واسه گفتن نداره. بعد ارزش گذاشته بود به کارش. نه آره تصویرا خوبه که زحمت بکشی ویدیو بگیری ایده بدی اکت داشته باشی دقیقا. خیلی قشنگه. خب بریم نفر بعدی. ارشیا سازش میشناسیشون؟ بله به به ای و شاین از نزدیک کار کردیم یه بار با هم. ایول گوش بدیم پس کارشو گوش بدیم. ولی تگم کرده بود ندیدم اینجا شاب تکم خودش مزلزل تتم می نویسم تا روزی که میشه این گستم قلم طرف داره سر همو هستم جنگم برد به هیچ جام نیست حرفات به تخم بچه هم هستم با تخریب تو نمیشی احمق خفن شنیدم پشتم زده بودی زر چی بابته بودی به هم تو گره گوری چرد پشت سرم گل میخوری دورو فنمونی که به من دهنو میخوای زندگی دشت سوریه چون یکم شبیه شایه شد. قبول داری فلو یکم رفت سمت شایعه. حالا نمیگم بده یا خوب، میگم شبیه شد قشنگ. بریم ادامه. داشینه کیپور رو مغز ادب شده لنزش قو بگو دیدی مثلش کج لباس فیکه ولی ذهنش اورجی. ببین مثلا من اینو نیستم بگی ذهنش کج. ببین تو به خاطر قافیه چرا آیل کجا رو برمیداری؟ کج نداریم ما میدونی. اونم تو این تکس اگه مثلا داشتیم یکم فان مثلا رپ میکردیم و اینا کج اونجا جواب بود. آره ولی تو گنگی که تو داری این همه لغت سنگین و چیلی بغل هم یهو بگی کج میخوره تو ذوق من. کج نداریم به خاطر قافیه. کجا رو نکن کج. اینا هله هولن یه ذره چورن میزدم برونم اگه زیادی کره بودن یه لقمه چپمونن. برو برو بذار در کوزت جایل کجای طلب اون پهمه تا این سر کوچت طالبان نیستی که گرفتی کابلو هرکی با ما در افتاد پاشو خورد حتی اگه شای مالا خورده خارمون نیزنیم شا بر کجا پر میکنی لاتی تو بیا تا بکنیم لاتو پر یه جو جکی میشی که بکنی راتو گم برو نیا حتی اون کلاتم بادو برد میشی ما تو کت میخوای خدا رو ببینی منو فالو کن تیتره میره تو حاشیه قلمم همونیست ولی جانیه بیا درگی جلوم باید کاردیشه قلمم مثل عصای موسام فیس قشنگه تو چاک میده کسی صدم بشه خواب دیده تن لش. ببین باز اینجا خواب دیده چاک میده فلان اینا قافیه های امروز نیست. قافیه رو دراز کن داداشم برو توش نه ترس از قافیه. از قافیه ترسیدی میدونی جا میده وا میشه را میده اینا دیگه یکم باید بهتر باشه. مثلا یه لغت قبلش میذاشتی میگفتی مثلا مثلا چه میدونم فکت و وامید مثلا فکت و جا میره ا او ا ایه مثلا ادامهش هم وای میرفتی نه اینکه یه جا میده و چه دو سیلاب دو سیلاب دیگه باز الان زیر خاک میره ببنده هرکی رو باختم مارک کار میشه و بیت کوینم و توی فروشه تخمی که پانزیه میکنیم چار میخد خودمون میکنیم تو کاش دیمت خودمون میکنیم تو کاش دیمت خودمون میکنیم میبینی کاش دیمت خواب دیده خیلی به نظر میتونه صداش خیلی خوبه اجرات خیلی خوبه
فرمت خیلی خوبه، همه چیت خیلی خوبه، قافیه رو باید بیشتر نظر گرفتی تو انتخاب بچه‌ها، فکر میکنم پتانسیل رو تو چیز اول گذاشتی، درسته؟ خیلی مهمه واسه همون. این اصلا میخوام طرف شعر نه، چون الان اصلا آرتیست های خوبمون هم شعرهای اشتباهی، یعنی 29 نفری که الان انتخاب شدن حد اکثر کسایی بودن که تو تونستی انتخاب بکنی از باب پتانسیلشون، که آقا جون آقا شما این آینده رو دارید 100%، حالا بشینیم ستایش رو بگیریم که ببینیم کدوم انتخاب بکنیم. و دقیقاً یه نفر بتونه از بغل ما شاید بتونه به یه جایی برسه. حالا نمیگم من خودم زحمت کشیدم، همه کسایی که دارن کار میکنن، امکان داره تو یه لحظه زندگیشون عوض شه، نگرششون عوض شه، یه کاری بکنن که هیچکی توقع نداره. خب پس بنابراین تک تکی کسی که شرکت کردن تو این چالش، از نظر من امکان داره یه روزی یک جایگاهی قرار بگیرن که اصلا کسی تصورش نکنه. این تا اینجای جریان. توی این موقعیت و توی این شرایط این 29 تا به نظر ما بهترین پتانسیالایی بودن که حالا تا اینجا رسیدن. ولی دمت گرم، خیلی خوب بود کارت ارشیا، ولی به نظرم یکم آره اسم تو خوبا نمیره، ولی رو قافیات کار کن، صدات خیلی باحاله، اجرات هم خیلی قویه. یه سری ها پلی بک فرستادن، تویی که اجرا کردی خب ارزشت 100% بیشتر. برو بریم بعد. یه چی چیدم و چی باسا صبح بایی به نمیرسه تا باسا خوب رایمش، هر او اکتیویم کارا اوکراینه بی تو آتیش میزنم انگا شدم گست رایده. نگیره پرت به منو میکشم یه اوی گلن گدنو کلمه میچینم سلمه به ببین پرت به منو گلن گدنو، این الان قافیه غلط، خیلی راحت بهت بگم. زنه بعی جوره جلو قلمم نرو کارم همیشه من خبر سر خطو شنیده میشی صدقه سر من شیش میزنن. این تو که بلدی بیاری صدقه سر من ددده درم، تو که داری میاری، چرا مثلا یه هو یکی رو سوتی میدی؟ اونم صف بچسبش نمو شبه که ندارن نیش میزنم، چون که عقرب زبونم نمیخورم بهم کل شهر و گنگاش. یه کل شهر و گنگاش منو دیدی چاقال کل و کپ و وردا. یه کل و کپ و وردا تیمم پخش میشه اتران تو فنلاند. اتران تو فنلاند. ببین اینجا الان اتران تو فنلاند، چرا فنلاند؟ میدونی مثلا تو یه تکسی میگی هلند، تو یه تکسی میگی با شما آقا سند، دیدی حالا گیره. تو یه تکسی میگی هلند، حالا به خاطر اینکه مثلا گلش معروفه، تو یه تکسی مثلا میگی مثلا فلان میترکیم مثلا لیبی، چون مثلا یه بار ترکیده. فنلاند الان میدونی فقط به خاطر قافیهش بوده به نظرم، پیچ مفهومی نداره. از تهران چرا تا فنلاند؟ حالا شاید خودش اونجا زندگی میکنه یا چیزی. ببین تو هم پتانسیلت خوبه، بیشتر تمرین کن، قافیاتو جدیتر بگیر، انقدر راحت رد نشه روش. بریم بعدی. جدی چرا فنلاند؟ فنلاند منم واسم چی بود؟ آره. اورا بی شهرام انتحاری دارن یه رگه آرسی صدام ایتلر و کلمات من منازی بوت بزرگ میخواد که ما خفه باشیم میشم ابراهیم و تبرم رفع فارسی من الماس میسازم کربونه مداد تیمارستان زهنم تا تحبار خشاب توری بشاشم به قوانی کربونه مداد و با الماس دست خیلی خفم بود، فهمیدی همون خیلی لفظش باحال بود، داشتم فکر میکردم بهش. کربن مداد چون جفتش الماس هم خوش کربونه خیلی میشه، همون این البته مال شماست. یه بار آها کربن مداد خیلی باحال بود، اونم جذاب بود. شهرام انتحاری دارن یه رگه آرسی صدام ایتلر و کلمات من منازی بوت بزرگ میخواد که ما خفه باشیم میشم ابراهیم و تبرم رفع فارسی من الماس میسازم کربونه مداد تیمارستان زهنم تا تحبار خشاب توری میشاشم قوانی با بزاعت کم اسمم هکشه رو سردر سفارت رب مخم آدام میده راره چار سف چار من توشو تکرار اکران فاک کلاب دیدم همه منتظرن که گارده فاشه من خودم ساختم یه تایلر داردن فارس رو مرسی نلونه کفته با روی هم قدم زدم اشتم روی جدفه صدام دیفونه گی گفتن یارو بوده دلقک باید چون که بیرومه کشم روی خستم ماه کامل من تو بار گرگینه شدم یه سی عجیبه گرفته گرگیت مخم جوری میتازم رو بیت انگاری دوندیه گوهم من گرگینه شدم من گرگینه شدم ماه کامل برسه تو خیلی نیستم میتونست بهتر باشه عجیبه گرفته گرگیت مخم گفته شدم برسه دو تا گوش میدیم شما برسه یکت خیلی باشه نوشم خروز خون تا بوق سگ را براشه چون یه رو باید خزر تا کیش ماته باشه رب جاریه تو شارک آمه
که عباره تا گردم بهتن کالیبره میشن گوشا با ترانه هموته خفه کنم جلو تاره انترم نیسته سر به فلک میکشه تو خفای قانون صدا خون خاره ببین به زور لفظ نچپون تو تکستت اهورا، یعنی ببین تو لغتش ساده بگو، حالا حتما لازم نیست یه چیزی رو به چیزی ربط بدی، یکم میتونی ساده تر ببریش جلو، خیلی خواستی همش لفظ بیاری. یکی این، دو این که خودت تو ویدیو نیستی، این پوینت ازت کم میکنه، اما اکتب تو ببینم چجوریه که جلو دوربین چقدر اعتماد به نفس داری، اینو گذاشتی تو به این دلایل به نظرم رد میشی. من نظر نمیدم ولی خب همون حرفی که زدیم به نظرم ارزش داره، کاری که انجام بدم مطمئنن ارزشمنده، ولی این یکی از پارامترهای کاریه که باید این وسط انجام بشه، ده تا پارامتر دیگه هم هست این وسط که مهمه. خب میریم بعدی. آها این دوستمون داره آها رکورد رو زده و برو بریم. صدام زیف تصویر تاره ولی به حدی تصویر داره، شاید گست چنگ زنجیر، آره با این باجا بیت میشه از بیت کاره، اینا بیس نیست خونکار از همه، بوتش میدم صبحان از کره، بعدم میاد خودکار از همه، مینویسم تو خودکار رست همه، چون نمیدینی دست بردارم چیزی ندارم واسه حد دست دادم، یاد گرفتم بعد دستم دادم، دنبال کار میدم و کار دستم دادم، یه رو میزنم بیرون از سیارم، هرچی نباشه میدونی که سم من دارم، اخشب خوزم دستم گابم سر خوزم وقتی که مستم بارم پس بگو به هم رفتم چرا دیگه ها وقتی هرکی که کارش آفره میگه شا خودم اینجا رو هم یه جا دیگه وقتی دارم بالا پا حسین و این تا اینجا این دو نفر رو کلاویه ها قافیت هم چف هم مفهومی بود. اصلا کورس ملودیک عالی بود. عالی بودی اسمش. من خیلی دوست داشتمش. ارسی ارسی آفیشیال ای ول ارسی. ارسی کارت خیلی خوبه، میریم ادامه. تصویر رو صدا سینکش دارم ولی اشکالی نداره. هرکی که کارش نمیده ما میگه شا خودم اینجا رو هم یه جا دیگه وقتی دارم بالا پایین میشم کلاویه دارم یه راهی میسازم گاهی میبرم گاهی میبازم این زندگی کافی میبازم مثلا همینه رو بیت مافی میبازم شب میخوابم با بیت چپا میشم میدونی که اجسا میشم میندازه کوشبان که دخت خونه ها با صدام دوستبان میشن حرارت بالا سازی تا بیت مونده نزدیک نگاهی آتیش مونده تو از یک پشمانی تا شیش مرده شایر شده که همین آتیش خورده میرسم حالا میکنم اگداری کلمات کلیت میشن اگداری آقا اصلا وضعیت استعدادی زیاده، خیلی خوب بود. کورس ارسی یا آرسی یا ارسی آفرین این امتیازش خیلی بالاه، چون هم ورسا قافیه ها درست هم کورس ملودیک خوبه دیگه. خوب خوبه اصلا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اصلا نیاز به توضیح نداره، خوب نیاز به توضیح نداره. آفرین دارم و زرم گای تو تون میچینم رایمین بوم بوم انا چالدیش کامبینو یا آرتیز خواست اینجاست میدونی هارمونیا میگه بری پاینو شاید من بگیرم رمی یا سال سفیدم ولی ملودی تم انا ترویس اسکار من که تیم ملی تاره میگه پا مثل رونی سردارم روزم بلو چیزم چشا چت خونی رازا موزیک فهمیده سف پیچم و پیکاستو مریخم و بچ گرفتم لابلای هیتام خود کریس بران رنگ صدام خواستکتم رو بیت مافی رد بده بام برگر تبیهش کرد ایوان خیلی خوب فلو عوض می‌کنی. نمی یه ایگو جذابی داره این پسر. آره. ته چهرهشه. یه به فلانم خاصی داره. ببین اسم ایشون چیه داداشمون؟ بچا اون کسی که ملودیک خون و فلان و خفن خون امیر سی ان رپ بودش. آقا ما سری اینجا میگیم که امیر سی ان رپ خیلی خوب بودی. نکنین و ثابت کن. جوف شیشه تاسم یعنی عالیه
خب برو بکسی لحظه قد شدمه چی؟ خب ارسی پس تو عالی بودی، آفرین، میری توی خوب. خیلی هم خیلی باحال بود ارسی، هم سیسش درسته. ببین با لایف خونده، این امتیازش خیلی خوبه، جدا از لایف خوندنش سیسش این کار خوب، کار گنگ رو باید اینجوری بخونی دیگه، رخ آرتیسته. اوکی ما شاید مثلا داره نقش بازی میکنه، کی نقش بازی نمیکنه، هممون داریم نقش بازی میکنیم واقعیت. حالا یکی واسه خودش بازی میکنه، یکی واسه بقیه. برو بریم تو چیدیم جمعون کردن، رو زدیم ردمون کردن، زیر پمپ سنگ مینداختم، برشون داشتم رپشون کردم، مالیدن درمون رفتن، زایید تا گاومون درارون بستن، ندونم کاریشون گنگمون کرد، باز رو سختشون کردم، الان با کش بدی فکر کنم، تو فکر ترکبین سونه، نیازی بکشم بره تو، به چشن سمه رو اسفانه، خودشون ساختم بزن رو اشفانه، بچه میدم به بچه رو بل کنم، اینا بخوان سته رو بشفاره، ندت کم دارم، صد دفعه سرشمارش کنم، میام من کف لورستان خوردن خاکشو تهران، نخبن قاتل ارقام، میمدی میکنم ات معامله در جا، میزنن سایق لفظان پانچم دو سراخه داری انداف، فاصل رفا به سر نابقه نسجا، رشتان به گنگ اسم این اجلاس، به گنج ترام پسر طلبشی اطلاعات بدم، این کم به چهد استفاده شن، تخمم اسکناس من رسرم بالا ستماد به نفس، هم وسط نصف سابقم، رقیبش که رضافی شداش جورایی بارم تو عمق رابطم، منصفانه نه نیست بازی به تخم راست و چپ، درجم رسید انجماد، یه شب نزدم یه شاد تو استکان به یخ، با خودم سفته رابطم، این کابل در چین داره وقت دیلسانه، از شب هم بمگو یه جشانه بی خیال بابا، بی خیال خیلی قافیه چید، خیلی ترک بود داداش، لورستانی ها خفن هم اسم کوچیکی اصلا. آره داداکسم، این وای جیزی یی جیزی نمیتونم اسمتو درست، آره نمیتونم درست تلفظ بکنم واسه همین، حالا دیگه اون زیر نوشتیم، ولی باری کلا خیلی عالی بود، خیلی خوب بودی، خیلی خوب بودی، خوبن همش بکنید شما، من که رأی نمیدم. بریم بعدی ببینیم با ماسک چه جوری خوندی. ببین من یه بار هنرجو داشتم اومدم، بعد اوایل کرونا بود، به این راحتی ماسک نمی‌کندم، ماسک رو صورتم بود، اومدم یه ورس واسش بخونم رو قافیه مثلا بیت مصرع سومم، نفسم نمیومد دیگه، اصلا چون دیوکسید کربن اون تو جمع میشه، وقتی میدی تو هیچ، انگار هیچی ندادی تو، میذاره ماسک میمونه تا آخر. بذار ببینم، نمیدونم. ته چا میمدم پی نور، گر شلم قهرمان نبودم زیر دین پول، میگفتم نکن بچه رپ چیه خب حیف نون، گر شلم سر به را چه امیدم تو بیراه سندمون، دنبال درد سه بودم و استال درس رپ، عدس رفته هم یه روزی خوب میشن دوباره سهم من، موسا کار من پسه نبوده خون پاره گرچشم، تو گوشت من مثل ترکشم و کلمه هم بزن کرد به فیه، شنیدم همه جا صدامه چمانم رپ کنه شهر، بازم من کف خیابون و رودی تا باجه ها مثل جنسا شده پخش، پیه ستاره تو آسمون نگر زیر زمین یکیه من خودشم، رپ و تو شدا ندارم قسم و خوندم و کشیدم اشتورشم، ای ای هر دور از نو میکنم شروع که بشم من از تو، بهتر و جنگ و بلدش بشم و بکنم زخم و درمان شرط و ای ای ترس و لرز و ندارم تو جونم چون بودم مرد و روی در را میزنم من پل ندارم رحم و میگیرم سم و یا یا پرادم پرواز به خودم نشدم سوار هیچ کس، یا یا نمیشم متفاوت اگه تو کارم نباشه ریست نه، یا یا رپ من هسته کام هسته تو بوده خب خرافش بیشتر اما حقیقت ببین دو سه سال دیگه رپ فارسی دیدنیه. ببین واقعا عشق کردم آقا، این دوستمون که الان روش خودشون خوبه، اسمش فئو بود و واقعا امیر فئو خیلی خوب بودی امیر، بعد خوبیشی بود اصلا دنبال این نبودی که لفظ سخت بیاری آفره. لغت قلمبه سلمبه همونایی که میخواستی و خیلی راحت و روون نوشتی، واقعا آفرین، و به خاطر اینکه با ماسک خوندی که خیلی آفرین، چون اصلا نمیدونم الان اکسیژن از کجا به تزریق میشه ولی خوب داره میخونه، من با ماسک میگم یه مصرع هم نمیتونم اصلا محتواش ببین پختگی مطمئنن همه لازم دارن تو اون فضایی که هستن یا اون ریتی که سنجیده میشن، حتی خود ما هم لازم داریم پخته تر از این بشیم، دقیقا بحث اینه، الان اینجوریه من عشق میکنم دو سه سال دیگر رو فقط ببینم، یعنی فکر میکنم فوق‌العاده خواهد بود. بریم بعدی. سینمافی گنگ چالش فرگال بیا، ارفان فرگال آیا خودش گفت یکی رو معرفی کردیم خودش گفت برو ارفان یا
اومدم و جنگ مره مافی آخه لفظارا من قد کافی پونتا رو از بره حاجی میخوام بچینمشون محف محصر ماشی بس بی خیال تبصر حاجی رپ فارسی جدیه نم از خره بازی بیت به بیت حرفام تو مغزمه داشی برات میپیچم به پر پای مسئله با چی رایم تمیز تکنیکه بجا میتونم تو قدرت چرچیلو بگم رپو الک کردم پرتیو نگاه گوش نمیدر چرتیو نگاه شنونده میکنه استیلو نگاه اینو نبریم همین گل پرستیشو به ما وایس دادم میگه فرگاله کی میره بگو تازه مخا مخاطبا داره پی میره به ما یا داره پی میره به ما واه آقا چیک آقا کیو ما انتخاب بکنیم بنویسید آقا عرفانم بنویسید نمیتونیم چیکار بکنیم نه خودمون انتخاب میکنیم ببین من میگم اگه انتخاب خیلی سخت شد یه کاری بکنیم الان به ذهنم رسید یه نفر رو بیایم اول بکنیم بقیه رو یعنی 3-4 نفری که واقعا خیلی قویان رو بیایم با هم خیلی باحال میشه همو بکنیم تو یه آهنگ آها. بعد اونی که خیلی باحاله رو بذاریم کورس بخونه آها. اونی که با عینک نشسته بود یه فاز چیزی داشت من... آقا حالا فکرایی میکنم وایس خب. اگه که اول نشدین هم وایس نفره بعدی بذار بریم جلو فعلا خیلی کارا میشه که او این چقدر صداش دیستورته این چه وضع فایل دادنه برادر چیز و اسم و نیک نیم و همو علکی ویدیو هم ساخته بریم ویدیو رو ببینیم زیبیلاتو هستم ولی جواب دیریم لو تکی تا گفتم سیبیلا چیزایی گفت سیبیلا برو بریم داره لیری کام ترکش بلو سری یا تذیری یا من با تو بینم بابا میری یا نه من سیدین رو چرسم هی میشه مخت و پل ولی فیزیک رو قردم رومی هم سطی با اوندیکا دستم یه بیت از اینو مافی میاد دستم من شیر اینجا جنگم اینو کفتر من سیر اینو زفتر میخورم من تیک اینو زفتر هی بیا چم سیدی یا خطن تیم یا تکش این نداره میام موز میزازم نمیسازه به این مثل ویسکی بابا گفت روحیه ساتیوا ایندیکا دستم عجب لفظی اومد یا نه مسید اینو چرسم همیشه مختوپل ولی فیزیک لو قرتر رومی هم ساتیوا ایندیکا دستم یه بیت از سینا مافی میاد دستم مشیر اینجا جنگ اینو کفتر مسید یه بیت از سینا مافی میاد دستم آفرین ببین چی زدو دیدی آره قافی اسمش چیه بعد قافیاش هنو عوض نشد امو علکی خب بذار گوش بدیم اینو زفت میخورم من تیک اینو زفت در هی بیا چم سیدی یا خطن تیم یا تک فرقی نداره میام روز میزازم نمیسازه به این مثل ویسکی فاز قم زندگی همیشه بوده ریسکی باز من بیار بیس چی نابتر میخوام فیلی کام رفشن تو همه یه دیری پا رفتم بیلی تام برگشت شازه کارا چی میخوان از رپین استایلت یا روزی بیار خرچن خراب دیری لطف از نشویدی و بمقرد تو بمیری چی میخوای از رپین استایلت یا روزی بیار خرچن کی میاد خمت سیبیلا سیبیلا خرچن سیبیلا پشم سیبیلا سیبیلا بس سم اولش میگه سم تو سیمیا بعد با آفرین امو علکی لیریکالی چیز عجیبی امو علکی چرا آفیش امو از اول عوض نشد میدونم الان اون بحثه چیز دیگه است نسبت به بقیه بچه که بودن محتوایی چیز ولی پکیجه ببین این رو محتوا وقت نذاشته بودش اما علکی بیشتر روی قافیه یعنی گفته بود من میخوام این ورس رو تک قافیه برم تک قافیه رفته بود ولی آفرین تک قافیه که دو قافیه این منظورم اینه که با یه قافیه تا داشت حالا اینو میخوام بهت بگم اما علکی خیلی باحال بودی خیلی آرتیستی پسر خیلی آرتیستی اصلا تو این ور حیف میشی نمیارم تو خوبها جدی تو رو خودم بعدم باهات یه کارایی دارم من تو باشگاه آره تو باش اصلا جریانش بعد بریم بعدی اما اول که شروع میشه میخونه اینو بودم خب یه بار دیگه میریم اینجا پایین شهره یکی پر بشه دفتایی داتی شل میره والا پایین کله مثل این که مافی کرده با بیترنده اگه چیزی به تعارف کردن دم نگه شک کمیکال قاتیش کرده اینجا ساقیش گنگه باید با بیشتر کارو بسپار به ما دیگه باقی شله کاسب پلوم اسمیه دیله هیت میده هنو مینستریمه ما کارو جر میدیم اگه قرار به دیدار با امو شروینه حاجی تر و رپ و پیگیره فکر نکن کلمه تمونت میده به قول لیکویی چاقی اینجا شاخشی تو قفونت کیره پیچیدم اسلیم پاچیدن آندر گرند و مینستریم دیره دیری نمی کنه اسکی پک دادن دست آرتیستا تستی فسلی میگی نکرده اصلا کاری با این زنگ میارن هرچی مصرف داری من به بالا وصلم دایی باری سمم داریم ولی هستم باری یکی با چش تو چش کرد فرار کن نداری اصلا روی اینجا با ده تا پل خاتم بیای به خودت بیای یا دستنهایی بابا آفر آقا عجب چیزی بود دیلر من واقعا خیلی حال کردم باش دو تا نکته عالی داشت لفظاش لایف خوندنش و جای نفسی که گذاشته بود مکسایی که میداد خیلی مکسای حرفه‌ای بودش یعنی اینو واقعا من میفهمم این مکسا رو قشنگ حس به من بده من یه بار دیگه دیلر رو یه بار دیگه گوش اینجا پایین شهره یکی پر بشه دفتایی داتی شل
میره بالا پوینت کله، مثل این که مافی کرده با بیترنده، اگه چیزی به تعارف کردن دم نگی شک کمیکال قاتیش کرده، اینجا ساقیش گنگه باید با بیشتر کارو بسپار به ما دیگه باقی شله کاسب. همین مکسی که اینجا داد خیلی حرفه‌ایه، خیلی تکنیکیه، خیلی حرفه‌ایه. ببین دیلر آفرین، تو واقعا ذاتن رپری، تو از اون آدمایی که ذاتن رپری، اصلا هیچ حرفی توش نیست، تو رو اصلا نباید با کسی مقایست کرد. آفرین، هیچ کدوم اینو بچه ها رو با کسی مقایست در اصل نمیکنیم، ولی یه پیه اولا من بده کارت دارم، بعد اینکه پرفکت، پرفکت واقعا پرفکت. دیلر خیلی آفرین، تو از اون آدمایی که ذاتن رپری، من اعتقاد دارم تو از اون آدمایی، خیلی این آدما کمن تو جامعه، جدی تو رپرامون هم کمن. خب ببخشید بچا، برنامه یه وقت شدش به خاطر اینکه دیدیم تایم برنامه خیلی رفت بالا، گفتیم دو پارتش بکنیم. پارت یکش رو تا اینجا دیدید، مرسی. پارت دوش هم تو همین چند روز آپلود میشه روی یوتیوب، دنبال بکنید. اگه تو این قسمت نبودید شاید تو قسمت بعدی باشید و جزو 15 نفری که به فینال ما رفتن راه یافته باشید. برو بریم، دمتون گرم تا اینجا بودید.